مقام‌های اطلاعاتی آمریکا هشدار دادند که سطح فعالیت‌های نظامی و اقتصادی روسیه در قطب شمال به اندازه‌ای گسترش یافته که از دوران جنگ سرد تا کنون سابقه نداشته است. ریکاردو مارکینا، خبرنگار صدای آمریکا، از روسیه گزارش می‌دهد که تحرکات موجود در شهر سن پیترزبورگ حاکی از آن است که روسیه موفق به ساخت کشتی‌های پیشرفته از نوع یخشکن شده است. کارخانه کشتی سازی شهر سن پیترزبورگ در روسیه این روزها شاهد برگزاری جشن و رفت و آمد کارکنان و خانواده هایشان به مناسبت پایان یک پروژه بزرگ بود. پروژه‌ای که بیش از 2 سال به طول انجامید و حاصل آن ساخت اورال جدیدترین کشتی اتمی از نوع یخشکن است که گفته می شود قوی ترین یخشکن اتمی جهان به شمار می رود. مسیر دریایی شمال و عمران در قطب شمال برای روسیه از اهمیت زیادی برخورداره. ما با این یخشکن‌ها میتونیم بهتر از قبل عمل کنیم. روسیه تا سال 2035، یعنی تا 16 سال آینده، قصد دارد صاحب ناوگانی از 13 یخشکن قدرتمند شامل 9 یخشکن اتمی شود که قرار است توسط شرکت دولتی و انرژی هسته‌ای روساتوم ساخته شود. صدای تسلط روسیه بر قطب شمال از زمان حکومت پتر کبیر در قرن 17 روسیه شکل گرفت و در دوران اتحاد شوروی با برقراری خطوط دریایی برای استخراج منابع عام به یک اولویت تبدیل شد. این آرمان در دوران پس از فروپاشی اتحاد شوروی مدتی به فراموشی سپرده شد، اما در دوران ریاست جمهوری پوتین یک بار دیگر در دستور کار مسکو قرار گرفت. ماریا دوکالسکایا از کارکنان موزه قطب شمال در روسیه در این زمینه میگوید قطب شمال در حال حاضر مجدداً به یکی از مسائل مورد علاقه محققان و دولت مردان روسیه تبدیل شده است. قبلاً برایشان به لحاظ ماهیگیری و به عنوان مسیر کوتاه‌تر به آسیا مهم بود، اکنون گاز طبیعی. سازمان زمینشناسی آمریکا میگوید در حال حاضر حدود 22% از منابع دست نخورده نفت و گاز جهان زیر یخبندان‌های قطب شمال خفته و استخراج آنها اکنون با توجه به گرم شدن تدریجی زمین به مراتب راحت تر شده است. آرکتیک یعنی نایبولی چسویتلن، آرکتیک اوچین چسویتلن که زمینینیم پرودنی سریدی. قطب شمال نسبت به تغییر دمای هوا خیلی حساسه و بارزترین نشونه اون از بین رفتن قابل توجه سطح یخ از سال 2017 تا 2019 که در تاریخ بی سابقه است. نادژدا کلیموونا از مجله آرکتیک در روسیه میگوید روسیه در دوران اتحاد جماهیر شوروی همیشه در قطب شمال پایگاه نظامی داشت. آنچه در حال حاضر شاهد گسترش حضور نظامی روسیه در قطب شمال هستیم، در واقع تداوم یا استقرار مجدد روسیه در آن منطقه است، یا به عبارتی دیگر رویداد تازه‌ای نیست.